همزمان با 21 تیر ماه روز حجاب و عفاف، بسیاری از زنان ایرانی به نشانه اعتراض به حجاب اجباری حجاب از سر برداشتند، اقدامی که واکنش‌های مخالف و موافق زیادی را در برداشت. برای مرور این واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، روزیتا ایران دوست در بخش دیگری از استودیوی خبر همراه ماست. کارزار حجاب بی حجاب که از چند روز پیش از 21 تیر به راه افتاده بود، دیروز فضای مجازی را ملتهب کرد. بسیاری از زنان ویدیوهای بدون حجابشون رو در فضای مجازی به اشتراک گذاشتن. اینجا اصفهانه، چهارشنبه کرمانشاه، اینجا رامسر، من از ساقه، ما در تهران هستیم، مشغول پیاده روی بدون حجاب. اینجا ایرانه. البته همزمان با روز حجاب و عفاف، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم اجتماع مهر فاطمی رو در تهران برپا کرد. آفرینش آغاز شد، تسلیم آغاز شد، خلقت شکل گرفت. کارزار حجاب بی حجاب با واکنش‌های متفاوتی حتی از سوی مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده و بسیاری معتقدند این کارزار تأثیرش رو گذاشته. وزیر کشور هم گفته برخی فضاسازی‌های مربوط به حجاب مربوط به داخل نیست و از خارج اداره میشه. و در ادامه هم گفته طبیعتاً این جریان‌ها مقاصد نامطلوبی دارن و در واقع به دنبال تحمیل فرهنگ غلط در کشور ما هستند. رئیس عقیدتی سیاسی ارتش هم گفته اگر حجاب و عفاف به عنوان خاکریز اول مقابله با جنگ نرم دشمن از دست بره، خاکریزهای دیگرمون رو هم از دست خواهیم داد. دشمن برای تسخیر این خاکریز همه توان خودش رو به میدان آورده. سخنان رحیم پور ازغدی به عنوان یک محافظه‌گر اصولگرا درباره مدل حجاب هم خبرساز شده. به نظر ما اشتباه کردیم، حجاب رو محدود کردیم بین 0 و 100. درست چادر حجاب برتر است، اما حجاب فقط چادر نیست. وقتی گفتی یا چادر، او هم به سبک چادر ایرانی که سخت‌ترین نوع چادر حجابه، یا بی حجابی، این یعنی چی؟ وقتی گفتی 0 یا 100، یعنی اکثرا هر کس چادر سرش نیست ولو حجاب پوشش اسلامی داره، این از نظر ما بی حجاب و بد حجابه. این حکم اسلام نیست، این خلاف حکم اسلامه. اسلام در مورد مدل حجاب هیچ دستور خاصی نداده. البته برخی هم مانند کاربری که برای من پیام صوتی فرستاده معتقدن این کارزارها جواب نمیده. دلیلش رو با هم بشنویم. کارزارهایی مثل حجاب یا حجاب توی ایران مورد استقبال قرار نمیگیره، چون اولا مختص به یه روز خاص هستش و ادامه دار نیست، دومندش حکومت تو اون روز خاص اصلا با این افراد کاری نداره و حتی تبلیغ هم میکنه روشون که ما آزادی بیان تو کشور داریم، سومندش عواقب برگزاری این چالش ها هستش که کسانی که وارد این چالش شدن مورد تهدید قرار میده و در روزهای آینده هستش که حکومت به سراغ تک تک این افراد میره و تحت فشار قرارشون میده و براشون پرونده سازی میکنه. چون این کارزارهای مختلف انجام شده و مردم ایران نتیجه‌ای ازش نگرفتن و پشت نداشته، به همین دلیل که انجام چالش‌های جدید پرمخاطره شده و کسی ازشون استقبال نمیکنه. مروری هم داشته باشیم به نظرات کاربران. کاربری توییت کرده در حالی که ناسا در حال نشون دادن اولین عکس رنگی گرفته شده از کیهان به وسیله تلسکوپ جیمز وب، زنان ایرانی باید برای کمترین حق خود در قرن 21 به آخوند بجنگن. بسیاری هم با کاریکاتور به کارزار حجاب بی حجاب واکنش نشون دادن، مانند این کاربر که توییت کرده ما کنار هم هستیم و قوی‌تر.